سلام و صد سلام به همه شما بینندگان عزیز پیک شادی و همراهان همیشگی. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم حالتون خوب و خرم و سرحال باشید. خب از کجا شروع کنیم؟ قطار سری و سیر پیشرفت رئیسی دیگه، فقط بوق میزنه رد میشه. بله، قطاری که الان کل ایران رو طی کرده از اندونزی سر در آورده. اندونزی خوشبختی است که ما میبینیم در کشور عزیز ما اندونزی جوانان عزیز ما مسائل رو خوب تحلیل میکنن، دوست رو خوب میشناسن، دشمن رو هم خیلی خوب. چی شد؟ کشور عزیز ما، آقا ما همه جور سوتی دیده بودیم از این آخوند رئیسی الا سوتی جغرافیایی. کشور عزیزی که الان اندونزیه. ببین مهران، درس جغرافی بعد از کلاس 6 وارد دروس میشه. این 6 کلاسه که من تو 6 کلاسش هم شک دارم به اون درس نرسیده. این الان بگی اندونزی چند بخشه بکسوات میکنه. تازه خیلی هم خوشبختیم که خودشو چسبون به اندونزی، به همه جای دنیا بچسبونه الا ایران که چنین لکه ننگ قطعا ایرانی نیست. بابک، حالا من میگم شاید این سوتیا به خاطر مشغله های زیادیه که آخوند رئیسی داره. بابا مشغله های زیاده، شوخی نیست که یه قلم اومده کسری بودجه 480 هزار میلیاردی رو بدون چاپ پول برطرف کرده. خب مثلا دیگه هاوش و حواس نمونه واسش که. خب تاریخ این خبر مال کیه؟ این خبر اینا تاریخش 16 شهریور 402. خیلی خب 17 شهریور من خبر دارم که تو همین رژیم به دولت رئیسی میگن رکورد چاپ پول شکسته شد. اینو دیگه چی میگی؟ اینم نمودارشه. اینم نمودارشه. خب همین دیگه بابا، تو میگی وقتی جغرافی مال بالای کلاس 6 دیگه، اقتصاد که اصلا تکلیفش مشخصه، اقتصاد مال درس دبیرستانه. این خب نرسیده به اون جایی. خب دیگه قرار نشد از حرف من سوء استفاده بکنید. دیگه این نمودار جلوی خرم بذاری میفهمه نمودار داره میره بالا، ربطی به درس و مدرسه نداره. نیازی به اقتصاد نداره. به اقتصاد نداره. خب از جغرافی و اقتصاد و اینا بگذاریم، بریم برسیم به موضوع پزشکی و نگاهی داشته باشیم به آخرین دستاوردهای نظام در عرصه پزشکی. یعنی یه چیز شبیه کرونایا به مستعار. نه نه، از اون بالاتر، این جدیدتر از این حرفا. چه پیشرفتی کرده؟ ببینیم با هم. در یکی از کشورهای آمریکای لاتین، حالا آمریکایی هم شاید به ما فوش بدن طوری نیست، یه کشوری فایزر زیاد زدن، سرطان خون عجیب اونجا چی شده؟ رشد پیدا کرد. ما داروهای سرطانی خود تقریبا یه 100 میلیون دلاری تو دو تا مناقصه داریم، اونجا برنده میشیم. ما داروهای سرطانی بایویی با کیفیت بالایی داریم، نه فقط اینجا به روسیه به کشور، نه فقط در مورد سرطان دار خون، سرطانی های خوبی داریم که این اغلب تقاضا دارن که به صورت جوینت ونچر داره این کارها شکل. بله، همه رو ول کن، اون جوینت ونچر رو بچسب. هر کدومشون یه کلمه انگلیسی یاد میگیره، بی ربط و با ربط اونو میذاره تو جملهش. ولی ببین، حالا من قبل از اینکه موضوعشو بگم، یه جورایی این شبیه سازی شده رستم قاسمیه، اون وزیره به درک واصل شده. سایزش همونه. وزیری که تو کودک درونش خودش همیشه وزیر نفت میدید، وزیر راه بود، راجع به برنامه وزارت نفت صحبت میکرد. اما ببین، من به این کارگزار ابله رژیم میگم اصلا نیاز نیست 13000 کیلومتر بری اونور اقیانوس اطلس و مشکل داروی سرطان خون رو در یک کشور آمریکای لاتین که اسمش هم نمیتونی بگی حل کنی. بیا همین بغل گوش ما تو ناصر خسرو همین داروی آنتی بیوتیک، داروی معمولی آنتی بیوتیک رو حل کن، نده بازار سیاه و این سیستم داروخونهات رو درست کن، بقیهش طلبت. آره دیگه، الان همین سیستم داروخونهات قطع نکن، داروها نره بازار سیاه، بقیهش طلبت. آره. آمریکای لاتین مشکلش رو حل میکنه، نیازی به تو نداره. اینم ببینیم. مردم میگن مثلا دقیقاً به خاطر همین مشکل مطالبات داروخونه ها از بیمه ها، تو داروخونه ها وقتی میرن دارو میخوان بگیرن که تو دفترچه بیمه است یا تو اون بیمه ثبت شده، معمولا سیستم قطعه، یعنی یه دفعه سیستم قطع میشه، ولی آزاد میخوای بخری داروه هست. یعنی میخوام اینجوری بگم که بیمه ها، داروخونه ها دیگه رغبت نمیکنن رو بیمه ها بدن، ولی به آزاد فروشی رغبت میکنن و انجام میدن. اگه قرار بود دجالگری و دجالبازی رو
توی یک فیلم کوتاه چند ثانیه‌ای به کسی نشون بدن، به نظر من باید این فیلم رو انتخاب میکردن. ملاحظه بفرمایید. مردم جمع شدن هیاهو کردن، جمع شدن هیاهو کردن، حالا یه نقشی پیدا کرده روحانیت، و الا سرشته ندارد. مگه میتوند که یه روحانی برد رئیس فوج بشه؟ سرشته از این کار ندارد. روحانی نمیخواد نخست وزیر بشد و نمیخواد رئیس جمهور بشد و صلاحشون هم نیست که اینها بشن. یه روحانی که اطلاعاتش در باب یک اموری کم است برد بخواد اونم بگیرد، این معنی ندارد. ما هیچ، ما نگاه. یعنی کامنت یه جمله‌ای هم نمیخواد؟ ما هیچ، ما نگاه. تمام. تمام. آقا یکی از کشورها اومده اتوبوس تیم ملی فوتبالش رو طراحی کرده. اینم عکسشه که این خیلی تو فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته. بعد رژیمم اومده برای اینکه عقب نیفته با الهام از تصویر یوزپلنگ ایرانی، البته تو فتوشاپ دیگه، آره، این اتوبوس رو طراحی کرده، گفته حالا که اینطوره ما میخوایم اینجوری بکنیم اتوبوس تیم ملیمونو. بوره جوانو عجب تر خفنیه. آره خیلی خفنه. من سوال دارم. سیبیل های یوزپلنگ گفته تو جلوی دید راننده رو گرفته. این راننده چطوری میخواد رانندگی کنه؟ البته سه تا حالت من پیش بینی میکنم. یکی که سیبیل های یوزپلنگ رو میزنن، منتها گربه سانان تعادلشون تو سیبیلشونه، بزنن اتوبوس چپ میکنه. یکی اینکه راننده سرش میاره بغل رانندگی میکنه، کنار سیبیل رو ببینه جاده رو، یا اینکه نه بازیکن ها پیاده میشن اتوبوس هول میدن با هم دیگه. ولی من پیشنهاد میکنم این ادا اثرا به رژیم نیومده، همون بازیکن ها رو بندازه پشت وانت ببره برای مسابقه، حله. طراحی نخواست. طراحی نخواست. بابک تو این وعده زرافه ولایت درباره ارسال برق به لبنان رو یادته؟ منظورم این کلیپ از کنفرانس مطبوعاتیشه. مشکل برق در لبنان ما پیشنهاداتمون رو بارها مطرح کردیم. این موضوع نیازمند اتخاذ تصمیم در هیئت وزیران هست. هر زمان هیئت وزیران تصمیم بگیرد، ایران آمادگی دارد نسبت به اعزام نیروهای فنی و مهندسی خود و ایجاد نیروگاه‌هایی به حجم 2000 مگاوات برق در لبنان اقامه. من تازه فهمیدم قطع برق، داستان قطع برق مسابقات شطرنج چی بود. کدوم مسابقات شطرنج؟ بله، در مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا تو تهران که داشت برگزار میشد، توجه کنید قهرمانی آسیا کشورهای دیگه هم بودن، همون که به روش هیبریدی، بله بله بله، کلی هم رژیم تبلیغ کرده بود و فلان، به خاطر قطع برق وسط مسابقات شطرنج بازای ایرانی شکست خوردن. دلیلش الان فهمیدم، چون این زرافه برق و مگاواتا ارسال کرده بود لبنان، نمیخواد زرافه برق به پسی لبنان، یه دونه 200 واتی بفرستادیم سالن روشن میشد، مسابقات شکست نمیخورد. چنین فضاحتی نمیشد، چنین فضاحتی پیش نمیومد. خب بریم کامنت یک جمله ای. من آماده باش هستم که بیشتر از یک جمله، بیشتر از یک جمله نشه. ببینیم با هم. بله، یه جمله درباره این عکس بگو. بله، هیئت علمی دانشگاه تهران بعد از پروژه خالص سازی. تمام. یک جمله هم بیشتر نشد، فعل نداره. عجب هیئت علمی. بیشتر شبیه باقی باشه. ممنون که همراه ما بودید. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار همگی. شاد و سرفراز باشید.